ارجمندم، یاران عزیز مهربان رادیو شهروند، اکنون زمان آن رسیده که با دو تن از یاران بسیار خوب و ارزشمندمون گفتگویی داشته باشیم، با آقای سام منتظری، فعال و کنشگر سیاسی و مدنی و همچنین از اعضای شورای ملی تصمیم، و بی نهایتم خوشحال و مسرور هستم از وجود و حضور خانم دکتر میترا بابک. خانم بابک روانشناس، روان درمانگر هستند و از فعالان و کنشگر اجتماعی و فعالین حقوق زن. عرض ادب و احترام دارم خدمت خانم دکتر میترا بابک گرامی. درود گرم تقدیم خود شما عزیزم، همچنین سام عزیزم و همه عزیزانی که شنونده برنامه های شما هستن. البته من بگم که فعال حقوق زن فقط نیستم، من فعال حقوق بشر، حقوق حیوانات و حقوق محیط زیست هستم. بله، فعال حقوق زن که باشین دیگه تمام بشریت رو در بر میگیر. ولی فکر میکنم چون همیشه میگم که من فمینیست نیستم، زیرا که نیمه من مرد و نیمه من زن است در کار حرفه‌ایم، به علت اینکه میدونم از نظر فرهنگی و عقیدتی ایدئولوژی چقدر آقایون آسیب خوردن و خودشون هم اطلاع ندارن از مردسالاری که گرفتارش شدن از کجا ریشه میگیرد و چقدر به خرد خودشون توهین شده است. به این دلیل که من سعی میکنم که در زمانی که کارهای حرفه‌ای میکنم این مسئله رو همیشه عنوان بکنم. به هر حال حقوق بشر دقیقاً حقوق تک تک افراد این کره زمین هستش بدون شک، به خصوص حقوق کودکان معصوم ما. در کنار شما عزیزان هستم و بسیار خوشحالم که در کنارتون هستم. سپاسگزارم، ما بسیار بسیار خوشحالیم، من و میدونم از طرف شنوندگان و مخاطبینمون هم این رو عرض میکنم که امروز شما رو داریم. سپاسگزارم. آقای سام منتظری عزیز، درود بر شما، خوش آمدید. درود بر شما استاد شریف‌پور. به به، چه اقبال و سعادتی. بله. اجازه میخوام قبل از هر چیز سلام عرض ادبی داشته باشم خدمت مخاطبانمون، کسانی که پای گیرنده های رادیوشون در سطح منطقی و محلی ما را میشنوند یا از پهن جهانی اینترنت در چهار گوشه دنیا مستقیم یا ساعات و روزهای آینده. و ابراز خوشحالی و خوشبختیمو اعلام کنم که سعادتی است در خدمت مهربانو خانم سرکار دکتر میترا بابک که شخصیت علمی تراز اول و شناخته شده این هستن. سعادتی است. من استرس دارم جناب آقای شریف‌پور، نه اینکه بیش از شاید 100 بیشتر دیگه 100 برنامه رو با هم دیگه پیش بردیم، استرس از این بابت که آیا یاد آن مثالی افتادم که کف و کلاغ می‌خواستن یاد بگیرن راه رفتن و آن چیزی رو که ما پیش بردیم، دنیای زمخت سیاست، تحلیل تلخ، صدای بلند، هیجان، آن چیزی که خانم دکتر میترا بابک، من شاگرد رفوزی ایشون هستم که بارها بارها از متانت، در زبان اسکاندیناوی سوئدی میگن لونگ بودن، آرامش کلام، آرامش خیال، ولی دریغ و درد افسوس که دنیا تلخیاش نمیذاره یا من یاد نگرفتم هنوز. امیدوارم که به حساب کمتر شرمنده بشم در طول مصاحبه و هم کلامی و هم صحبتی با خانم دکتر بابک که به حساب بایستی تمرین و به حساب آزمون خطاست امروز، در واقع ببینیم سیر تحولات کلام ما چی میشه تا به امروز که نبوده. حالا شما خودتون بذارین جای من. شما هم بس این سختی رو حس میکنیم. من سالیانیش اقرار میکنم پیش مخاطبانمون که شاگرد رفوزه خانم دکتر میترا بابک هستم، سالیانی که در من تو یا مباحثی رو که به حساب در یوتیوب هست، در مسیری که رانندگی میکنم، هر از چنگایی که میخوام به آرامش برسم میشنوم ایشون. به حساب در افسودهای زیادی دارم به جامعه علمی ایران، ایشون بارها بارها از فوبیا صحبت کردن، از آن چیزی که بلایایی که سر ما اومده، اینترنال کانفلیکت، اکسترنال کانفلیکت، خود درگیری ها، معضلات اجتماعی، بس حرف حدیثی بوده بس بسیار زیاد. آن تیکه از
اینه که میخواییم صحبت کنیم یک مقدمه نداشته باشیم، مقدمه چینی زشت است، خوب نیست، از ایشون یاد گرفتم، ولی آیا نمره قبولی ندارم یا ندارم؟ مخاطبانمون در توی این چند سال گذشته واسه یک دقیقه بیشتر صحبت کردم ما چه جنجالی داشتیم استاد شریف. بله. امروز دیگه من بایستی ببینم میتونم توی آزمون کمتر خجالت زده بشم. در خدمتم گفتم مزایم کرده باشم که استثنان میتونم بگم که میخوام خیلی مراعات کنم. بله. تا حقی زایی نشو حتماً به بیراهی نرم و حتماً این کارو اگر ببینم کم کم یا کلاغه حتماً این کارو بکنید. عرض کنم بچشم. ولی من از یه جهتی دچار آرامش هستم، برای اینکه اینقدر کلام ایشون و در حضورشون با آدم آرامش میده که راحت میشم، این پشتوانه رو گرفتم. خانم بابک گرامی عزیز، شما بذارین از اینجا شروع کنم. شما یکی از اعضای فعال شورای ملی تصمیم هستید و همچنین هم که آقای منتظری هم تشریف دارن، اما شما یه شخصیت شناخته شده هستید، گوشه های آقای منتظری فرمودن، و بین جامعه ایرانی هم جامعه پزشکی و شناخته شده، اینکه دردها و آلام اقشار جامعه رو خوب شناخته در این مدت، چه در ایران چه خارج از ایران، و برای اولین بار در یک گروهی شرکت کردید با نام کمیسیون شورای ملی تصمیم. بعد این میخواستم صادقانه که در کلام شما همیشه هسته ببینم چه چیزی شما رو بر این داشت که حضوری داشته باشید و چه پیامی هم دارید در تتمه گفتار و سخنانتون. ولی عزیزم، اولا سام عزیز دلم راحت باشید بذار اینو بگم که یه مقدار در ابتدا با سنس آف هیومر و یا با خوش طبعی من، چی میگن، شوخ طبعی من بیشتر آشنا بشید، چون دارم اینو از پدر عزیزم گرفتم. من خیلی وقتا بعضی واقعا هم می نویسن برای ما که وقتی که نمیتونیم شب بخوابیم رو میریم رو یوتیوب و صداتو میذاریم، در کنار این که داریم میشنویم و یاد میگیریم خواب عمیقی هم پیدا میکنیم، که این یکی از خوشبختی های منه که میتونم انسان هایی که خواب خوبی هم بهشون بدم. تو پرانتزم بگم اگر احیانا بیدار شدید نیمه شب و افکار بسیار مخشوش شد و نتونستید و میدونید که افکار همه جا میره، حتما به یک رادیوی اگر دارید که رادیوی 24 ساعت هست یا یوتیوب یا چیزی رو که گفتاریه، صداشو خیلی خیلی کم بکنید که سعی کنید در ابتدایش مغز دارین سعی میکنید که گوش کنید، در صورتی که به عمد صداشو کم کردید این باعث میشه که مغز افکار میره کنار، تمرکزش میره فقط به کلام اون رادیو یا یوتیوب یا هر چیزی که دارین گوش میکنین و مغز خسته میشه و شما میرید وارد یک خواب بسیار خوب و عمیقی میشید. اینو فقط گفتم که یه کمک تراپی هم کرده باشم، برای اینکه خیلی وقتا هممون من جمله خود من انقدر گرفتاری های مردم داخل کشورمون، زندگی همه چیز زیاد و سخت هست که واقعا بسیاری از ما ممکنه که خواب خوب عمیق نداشته باشیم، چون خواب خوب عمیقی که به ما انرژی میده. سام عزیزم، خوشحالم، خیلی منم خوشحالم که در کنار خود شما و همچنین ولی عزیزم هستم که اولین بار در کنار شما در این رادیو هستم و در کنار هم من و شما سام، نمیدونم چرا ولی عزیزم نیستن در شورا ولی ما در شورا هستیم. سوال خیلی خوبی کردید، خیلی سوالتون مهم بود. سوال این که منی که هرگز در هیچ حزب و گروهی نبودم ولی همیشه فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودم رو و فعالیت‌های حرفه‌ای خودم رو فراموش نکردم، چرا این بار تصمیم گرفتم که وارد شورای ملی تصمیم بشم؟ این سوال بسیار مهم و عمیقی بود که از درایت خود شما برمیاد عزیزم. من از نوجوانی واقعا همیشه به خاطر اینکه پدر خیلی خوب و روشن فکری داشتم، همیشه به فکر جامعه و روانشناسی جامعه که اصلا نمیدونستم چیه و یا کنشگری و پژوهشگری که اصلا اون موقع نمیدونستم معنیش چیه، ولی با نیچر خودم همیشه دوست داشتم که بدونم و فرهنگ ها رو بشناسم
پلو معتاد میرفتم میشستم میپرسیدم ازش، مثلا 12 11 12 ساله چرا معتاد شدی؟ بعد میومدم به پدرم میگفتم، تشویقم میکرد. اینا رو دارم میگم به پدران عزیز و مادران عزیز که بیاموزند. پدر و مادر روشن فکر به معنای واقعی چقدر تأثیر گذاره واقعا. من مدیون پدرم هستم، هیچی که نیستم البته، هر چیزی که هستم. و یا فقیر داشت میدیدم، غذا میبردم، میرفتم سعی میکردم پول چیزیمون ببرم براشون، یه چیزی بگیرم. با کودکی خودم این حال و روز داشتم. میگم تربیت خیلی خیلی مهمه. اصلا از خانواده متبلور نمیام، یه خانواده بسیار متوسطم، ولی داشتن بزرگتر روشنگر و روشنفکر احتیاج به ثروت نداره، اینو فراموش نکنم. ولی چرا منی که همیشه تلاش کردم، ببین من روانشناسی رو شاید بگم، نمیتونم بگم، حالا فکر میکنم شاید بتونم بگم به جرأت، حداقل در خاورمیانه میتونم بگم به جرأت، هرچند که در غرب هم هنوز ندیدم. من همیشه روانشناسی رو از ناحیه فردی فقط ندیدم و یا خانوادگی، بلکه روانشناسی رو از ابعاد مختلف همیشه نگاه کردم بهش، از ابعاد فردی و خانوادگی، فرهنگی، دینی، عقیدتی، ایدولوژی، اجتماعی و سیاسی. برای اینکه از همه این ابعاد تک تک ما شکل گرفتیم، از خانه‌ای که به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم تا الان که نفس میکشیم و در هر جامعه‌ای که هستیم. و این موضوع سیاسی نیستم یکی از بزرگترین معضلات من بود و در بسیاری از سمینارها من سعی میکردم این موضوع رو باز کنم و این تابوی بسیار خطرناک و دردناکی که تحمیق ما کردن رو بشکنم، که کی گفته که ما نباید سیاسی باشیم؟ میدونید که اینو همیشه که دولت‌های استبدادی اینو تفهیم میکنن و تحمیق میکنن و تحمیل میکنن به ملتشون که حق به سیاد و ورود به سیاست نباید داشته باشید، در صورتی که همه ابعاد زندگی ما به سیاست دولتی که در کشورش زندگی میکنیم ربط داره، حتی نفس کشیدن ما. و این ولی چرا من توی هیچ حزبی نبودم؟ به خاطر اینکه من شاید یه مقدار توقعاتم متفاوت بود و هست. برای اینکه به نظر من با کارنامه‌ای که تحقیق می‌کردم و پژوهشگری می‌کردم، با همه احترامی که برای هر حزب و گروهی تا به حال زحمت کشیدن دارم، برای زحماتی که کشیدن بدون شک، اما متأسفانه از دید روانشناسی، و نه هرگز حمله شخصی نیست بلکه واقعا دلسوزانه، از دید روانشناسی می دیدم که اصلی ها و رهبران از یک خودشیفتگی نهان و یا پنهانی گرفتارند و این منو بسیار هراسناک می کرد و می کند و خواهد کرد، چون سالها در مورد خودشیفتگی و نارسیسیستگی صحبت کردم. این یکی از معضلات بسیار جدی ماست. فردی ما از خانه های مستبد بزرگ شدیم، ما از فرهنگ مستبد هزاران سال و به خصوص 1400 سال و به خصوص 44 سال بزرگ شدیم و این در نهاد ما به نوعی نهادینه شده و جزء فرهنگ ماست. قلدری، دیکتاتوری جزء فرهنگ ماست، پدر سالاری و یا بخشی مادر سالاری